خوبی نگان عزیز، اکنون هم از دکتر سب عبدالقدیر مرخیل متخصص داخله و صحت روان جویای احوال میشیم که میکنون از طریق سکایپ با ما هستند. دکتر سب سلام و خدمت شما، به برنامه خوش آمدین. تشکر ازی که وقتتان بر ما دادن. دکتر سب ما سلام و نام آمونی کور مادن چه خبرونی تا حاضر سوال است. تاس خو دکتر سب رپورت ولیدی کلی چی یو سره پا مخدرات توگو استعمالوی پا بدن که چه پیشیجه؟ ډیره مننه. دا خو ډیره د خوښنۍ خبره ده، او ډیره د خوښنۍ خبره په دې ده چې یو ډاکټر د سیاو ترخه تجربه یې کړې ده، او خپل ځان په دخنیاتو باندې یا مخدره موادو باندې اخته کړی. کله چې فرق کوي چې کوم مخدره مواد یو څوک استعمالوي، کله چې مخدره مواد استعمال شي دا مخدره مواد مستقیما د وینې یا د سیستمونو د خوانه زی مغز تا یا دماغ تا زی پا مغزو که دا یو سلسله تغییرات وجراتو که جواناکو که راولی چه آغا سواب ده که چه طول سرکتون زین سرکتون عیار شی آلتا آغا سرکتون سواب ده زین آلتونو که چه دا سرکتون هر بخش تا دماغ سرطرلی دی، او آغا هر بخش که خپل زان زان تا تاثیرات درلودلشی. تشکر دکتر سیب. تغییرات فیزیولوژیکی که در سیستم های مختلف بدن انسان به ویژه سیستم اعصاب اگر کسی که مواد مخدر استفاده میکنه ایجاد میشه چی است و چی باعث میشه که او بار بار به استفاده از مواد مخدر رو میاره؟ بله، تغییرات اینطور است که وقتی یک شخص مواد مخدر استعمال میکنه، این مواد مخدر سبب از این میشه که دمو رسپترا یا آخذه های که برای از این مواد مخدر ماده طبیعت طبیعتاً هم داره. مثلا ما اگر اوپیوم رو بگیریم یا امی اپیوم که میگن امیره ببینیم، ما در طبیعت خود ما آخذه های اپیوم در دماغ خود داره. با یک شکل بسیار کمی هست که این رو ما در فیزیولوژی خود و در آناتومی نیورو آناتومی و آناتومی مغز داریم. وقتی که این اندازه زیاد مواد اوپیومی یا افیوم که مشتقات شمی هیروین و همی هست، این وقتی که در داخل مغز میشه یا با اجرات میرسه، همی رسپترها رو بلکل چی میکنه؟ مشبوع میسازه. به اندازه مشبوع میسازه این رسپترها رو که این رسپترها سرکت های داخل اجره را و سرکت های بیرون تر از او را عیار می سازه، و او سبب از این میشه که یک اندازه زیاد دوپامین از قسمت های مشخص مغز ترشح شد. وقتی دوپامین ترشح میشه، این دوپامین سبب از این میشه که آهسته آهسته احساس خوشایندی را برای کس بده. این سرکت های ریوارد است یا سرکت های است که در او انعام یا خوشایندی برای از اون نفر رخ میده، این شروع میشه که عیار شود. بازی که عیار شد باز عیار شدن از این سبب از این میشه که همی دوپامین میره در قسمت های مختلف مراکز مختلف میره و مراکز مختلف به شکل مختلف تنبیه میکنه. مثلا اگه ما شما امیگدالا رو ببینیم، امیگدالا یک بخشی از دماغ است که احساسات در اوجه هسته، احساسات خوشی هسته در اوجه، مثلا احساسات قهر هسته، احساسات در مجموع در اوجه هسته، این تنبیه میشه. یا قسمت دیگه هسته که مرکز حرکی هسته، نیکلوس اکمبنس میگه میشه، یا قسمت دیگه هسته که پری فرونتال کورتکس میگه میشه، ما یا امی قسمت پیشانی پشت پیشانی پری فرونتال کورتکس میگه. این پری فرونتال کورتکس اگه تنبیه میشه، سبب از این میشه که در این قسمت همو اکشن یا تصمیم گیری از این هسته که ما چی بکنم، چی را به حساب همو ترازوی میزان فکر کردن انسان هسته در اینجا یا تنبیه میشه. یا مثلا بخش دیگه از این میره در هایپوتالموس میره، هایپوتالموس یا در هیپوکامپوس میره. هیپوکامپوس جای هسته که جای به حساب حافظه هسته. این هر بخش از این که تنبیه شده میره، همو بخش در کارهای روزمره از شخص آسیب پذیر می سازن. درمانان است استخه محترم دکتر سیب. دکتر سیب، لیدل سیوی چی پا نشه موارد و رشد کسان در نشه موارد و لکارول و رست لسوست حالت سر مخامخ کیجه، او دید وایی چی دا دویت خوشحالی ورکیه، ایا دا اصلی خوشحالی در دکتر سیب او که کذبه؟
بله کچرت مونږ دا دیتا یو کاذب یا تیرودون کې خوخي ورته وی چې تیریږي نه پات کېږي د مری سره دا صرف هغه وخت باندې هغه وخت موقعیت در چې هغه تاثیر دا دوا هغه دا مخدره مواد په دې شخص باندې وسیږي اما سیستم میشه د تشریح کې چې د دوپامین سیستم یا د انعام سیستم عیاریږي اما هغه وخت کې امکان لري تنها هم دغه خوښي اوسېږي او دا یو کاذبه یا تېرېدونکې خوښي ده دا هېڅ وخت دوام نه کوي هغه وخت چې د تاثیر د دوا ایسته شي بیا بېرته هماغه نفر یو بد حالت ته ځي شي دا حالت هم کولی شم چې که غواړی درته ووایم مبارک دا حالت د څه شي نه جوړېږي یو نوه نیورو ترانسمیتر ورته وایي مونږ چې هغه نیورو ترانسمیتر سیروتونین نومېږي هغه سیروتونین یو لول لري زمونږ په مغزو کې هغه سیروتونین سبب د دې کې سړی بیلانس توسي خپل په فکر کې او په خپل حالت کې خوشاله اوسي دا د جګوالی د دوپامین سبب د دې کېږي چې هماغه سیروتونین لیول ټیټ شي ډېر زیات په مغزو کې کله چې هغه ټیټ شو سبب د دې کېږي چې دا انسان خپل تصمیم نیول خپل هماغه ټول حالت د لاسیزي یعنی دا دوا یا هماغه سات چورته خوښي ورکوي یا خوښي د پسته چې هغه کم شو دا سیروتونین لیول هم ټیټ شو دا پسته نور هم دا خرابي رو دا حالت خرابي ځان دپرست احساسي یا ډېر زجره تولیدم د خپل حالت نه نو بیا دا سبب دی کېږي چې زه بېرته باید هماغه خوښي حالت ته لاړ شم او بیا دا غواړي چې هماغه کوشش وکړي چې د همدغه دواونه دوامدار را شکل باندې هم دغه مخادره مواد له دوامدار شکل باندې استفاده وکړي چې یو د اساس د اعتیاد یا د مخادره مواد داده ده چې هغه نفر غواړي خوښي لاسته راوړي او خپل هغه سیروتونین لیول ټیټ شوی د بدني سیروتونین لیول ټیټ شوی هغه غواړي چې بیرته خوښي واخلي بیا هم دغه مواد مخادره مواد استعمالوي. ممنون دکتر صاحب، توصیه شما به عنوان یک متخصص به نوجوانان و افرادی که به خاطر به دست آوردن امین نوع خوشحالی به مواد مخدر رو میارن چی است؟ 100% اجتناب کنن مواد مخدر، مواد بسیار تباه کننده است. ایره ما مواد مخدر به شکل یک زنجیر یا علقه زولانی کلگی جامعه باید ببینیم. ما ایره ای قدر کلگی جامعه را آسیب پذیر بسازه. شما میتونید ببینید که در یک فامیلی که یک طفلشان که 18 19 20 است او شروع به مواد مخدر کنه چقدر این فامیل متاثر می سازه، کردار و رفتارش تغییر میکنه، جامعه را مختل می سازه. و اگر یک پدری که پدر باشه در فامیل یا مادر، ما شما در این فیلم های که از افغانستان نشون میشه میبینیم که مادرها اطفال به این مواجه هستن، بسیار زیاد سخت است. مرا جدا خواهش ما از همه کسایی که ما شما را میبینند و صدای ما را میشنوند، از پیششان من خواهش دارم که اباب بورزن از استفاده مواد مخدر و هوشیار جان خود باشند، چون مواد مخدر استعمالش بسیار آسان است. یک بار اگر کسی مواد مخدر استعمال بکنه چندین سرکوی یا سرکت را میسازه در مغز انسان که او سرکت ساختنش در یک بار ایره مواجی و ایزم احساس که بار بار از این استفاده کنه و هر باری که مواد مخدر استعمال میشه سرکت های مختلف را میتازه. از امو خاطر این بسیار زیاد مهم است که آدم اولش استعمال نکنه مواد مخدر، دومش که استعمال میکنم اگر مواجه شده به این مسئله باید به اشخاص و به دکترهای بره که بتونه کمکشان کنه و از این جنجال یا از این معضل کلان اجتماعی خود نجات بتن. دکتر سبجان، سپاس از حضورتان در برنامه.